أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب يك صلوات الله عليه خب موضوعی از مو درباره یاد خدا بود، ذکر الهی بود که در خدمت شما برادران گرامی عرض کردم که در این ماه مبارک رمضان بسیار مهمه. یکی از اهداف ماه مبارک رمضان همیه که انسان قد خداوند متعال اتصال برقرار کنه، متصل شونه، قد خداوند متعال رابطه برقرار کنه. تمام دوایی ها درده ها کستا دوائیشی در یاد خداوند متعال هست. مو اثار مثبت ذکر الهی را در خدمت شما برادران گرامی عرض میکردم. دوسری اثارشی خواندیم و بحث کردیم. امروز هم مختصرا در خدمت شما یک دو اثار دیگر هم بیان میکنم و با توضیحات و با اکسپلین کنیم و شرح کنیم بهشون و تشریح کنیم انشاءالله مفید ثابت شون و ما هم وظیفه خود انجام بده باشیم. ماه مبارک رمضان باید و باید انسان هر چی میدنه بیشتر و سه بیشتر خداوند متعال را یاد کنه. و دیشب گفتم که بهترین عمل در ماه مبارک رمضان دوری از گناه. امام علی علیه السلام از رسول گرامی که سوال کرد بهترین عمل چیه؟ گفت بهترین عمل دوری از گناه. و گناه چطور کسی انسان از دور میتنه خود را دور کنه؟ قد یادی خداوند متعال، ذکر الهی. و ذکر الهی را در خدمت شما گفتم معنای ذکر الهی که در تمام اعمال خود، در زندگی خود خداوند متعال ما حاضر و ناظر کسته باید خیال کنم که خدا مردر و توقنه. این عالم عالم خدا هست، این محضر محضر خدا هست. در محضر خدا معصیت نکنید. دیدنی که کس که اگر خدا این نخواست قتل کنه، اگر مگه که اولین کار کسته برای قتل که قاتل در برایش کیس میشه در نی عدالت گواه نیاز داره، شاهد نیاز داره که چند گواه اگر باید باز کسی در کیس پیش کنه. شما دو خیلی برادران گرامی، اگر انسان در زندگی خود گناه انجام بده و هم در اجتماع نه، در تنهایی و در خلوت گناه کنه، بهترین شاهد کیه؟ خداوند متعال. و وای بر او کسی که بر گناهشی خداوند متعال شاهد باشه. انسان جوان که هیچ کس نیه در من اتاق، من کمره، روی بوری یک غلیز فیلم شیشتر در آکستر چی بی تو هونه یا فیلم تو هونه کس هم نیه تمام خواه باشه. اون چین کس در زور می آیا که انسان کس در گناه نکنه، یا خصوصا جوان ها که منی نیت که فیلم و رمنی که بی میشنه تنی تنها که بی نم دیگه ماشاءالله خوب بند از آر لبه. اونو تیم کسی زور میخواید که خود چطور بچاو کنه. واقعا مصیبتیه که من پاکستان آج کل خصوصا دی اس ای که در من خانه آمده سی ایم بی، چار ایم بی، یا دا ایم بی، هشت ایم بی ماشین دو که اگر چار پنج ایم بی باشه که فیلم ها اصلا دانلود نمیخواید، آنلاین هم میتنه شونه. خب واقعا اگر خداوند متعال در رو بسط باشه الله تبارک و تعالی در زندگی که مو لمس کنی بیری دیده او جن امی طاقت یاد خدای که انسان نمیره تر حیزو گناه مطبخ کنه. انسانی که جوانی که
یک بینا یک بے حجاب دفتر را در سڑکا مین کرنا قدم چین کنگا گر دوخ کنا کسی انہیں مین کرنا خدا مندی متعال درد ہو ہونا برادر گرامی و خدا نجات بلے کہ خدا شاہی و گواہ باشر روز قیامت مگما عمر کی طرف جہنم مگما چکار کدوں گا تو فلان طرف فلان نام سی مردم دوخ کدی طرف فلان خواہر کس دوخ کدی ما تو نه کدوم مچال کدوم چیم کو کس دوخ کدی این جی لحظه ده این فرانجای کدوم چیم کو دوخ کدی وقتی که آر سی مشه دوانی خدمت کاری خدمت ور پیش اتلانی ازو دروازی زنای ساکشنه تا ایک دوزن رو کس دوخ دوخ کنه خب اینا واقعیت هستم نی معاشی ازمون دیگه خداوندی متعال اگر گواه باشه وای بر حضور روز عزا و جواره انسان گواه باشه وای بر حضور روز زمین الهی هم گواهی میده روز قیامت پس خداوند متعال را اگر مو یاد کنی چقدر خوب انسان که خدا را همیشه در یاد داشته باشه در هر لحظه زندگی خداوند متعال را انسان یاد داشته باشه یکی از آثار یاد خداوند متعال یکی از آثار مثبت یاد خداوند متعال خضوع و خاشع بودن وقتی که انسان و خدا را یاد نه در برابر قدرت و عظمت از او خود رو خیال نمیگر نه مگه ما در مقابل خداوند متعال قرار گرفتم پادشاه هم که پادشاه ما قرار گرفتم همچنان که آی میتحار علیه مصرات و السلام از مو امام سجاد وقتی که مومنگی سید ساجدی به خاطر چیه برادران گرامی؟ به خاطر همزیه که خدا را وقتی که یاد مکت ذکر الهی را که انجام میدد همین که در سجده الهی قرار میگرفت چنان بدن چی در لرزه میمد توجه کن چنان بدن چی در لرزه میمد و چنان خاصه و خاشه مشد در مقابل ذات پروردگار یادم که مردم مگفت که است امام امام سجاد از بین رفته امام شاید بیهوش شده یا غش شده یا شاید فوت کرده عقلیت کرده موها چی کار مونی؟ موها مونی که یا کنه عبدو خدای ما تو عبادت منو در این یا وقت در اول زین ما پیسر مسته در زین ما دولت هم مسته در زین ما کسته مختلف گناه هم مسته خب امام علی علیه السلام یک سلوات بخانه امام علی علیه السلام مشهور شما شدیدین وقتی که در پای مبارک شد تیر می لگه در کدام وقت باید تیر رو برکنه از پای مولای متقیان در سجده در سر نماز کس در برونه از فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی که یک کسی امات گفت تخانیشی امات گفت مولا فوت کده امام علی علیه السلام فوت کده از دنیا رفته یعنی فاطمه زهرا سلام الله علیها گفت مولا را علی را علی علیه السلام را در کدام حالت تو مشاهده کردی گفت مو علی را دیدی که در سجده بود در صحرا در سجده بود دعا میخواست قش کرد رفت فوت کرد گفت نه این معمول علی علیه السلام این کار عادیه یه مولا علی علیه السلام در هر لحظه زندگی در شبها مشاهده بودم که مولای متقیان علی علیه السلام در عبارت غش کنه برادر گرامی چرا غش کنه؟ به خاطر از این وقتی که یک معمولی افسر انسان در مقابل کمین گرنه انسان با ادب خاشع و تواضع ساده شده در مقابل یسوع در مقابل خدا کائنات را جور کده برادر گرامی کن فیکون که است در لحظاتی خداوند متعال کائنات را جور کرد چی طور موشه که ما در مقابل یه زو خاضی و توازو کسی در قرار در منی ما پیدا کرد نشنه منی وجود من نیا مو ذکر الهی را انجام میدی و از یاد از این توازو دور نماز برو میخوانی فکرهای مو در کجا هسته در حالی که کنترول مو میتنی فکرهای خوره امام صادق علیه السلام مگه که معرفت تو ای خدا معرفت تو
باعث میشه که انسان مابین چی خضوع و خشوع و شرمندگی پیدا شه. این امامای از ما، یه عقوبت از ما. شما دوخین در آخرین لحظات، در آخرین لحظات شهادت خو زید شهدا علیه السلام که تقریبا 900 چند زخم در بدن چی لگیده بود، در آخر لحظات پریده مگریزا به قضایک و تسلیما به امره، خدایا به رضای استو راضی استو، به قضا و قدر استو ما تسلیم استو، به رضای تو ما تسلیم استو. ایرم اگه خازه، ایرم اگه خاشه، ایرم اگه توازو. مولا مولا حسین علیه السلام در وقتی که آخری لمحاتی که شیر از بست که جنگ مونه بسیار شدید جنگ مونه آخری یک سن در زرزمین کربلا بوده که دی تلوار خون مورا از بلی سو جناکی وقتی مپره بری سن چیشته و که تلوار خون چه که بلی تلوار خون سوچ مدارو در این زیر لمحات هم کسی خداوند متعال را کسی فراموش نکرد. گفت چی بیرت میکرد؟ چی بیرت میکرد؟ گفت لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. آخرین لمحات همیتا مکششته بود که یک سنگ ما در پیشانی مبارک شی خورد و خون فواری خون جاری شد، باز هم گفت لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. این مولای از مو سید شهدا علیه السلام که خاطه و تواضع از این انسان اگر یاد میگیره، از این خاندان یاد میگیره، در اسرا و اسیران کربلا را که وقتی مبر طرف شام بازار کوفه و شام برای شترهای برهنه اینا سوارن، همین که از مقتل مقتل گاه اینا را مبره، اینا هر کدومشی برای یک لاش و برای یک شهید خود خود میندازن. شما تو بکنید تواضع را برادر گرامی، خاضر انسان که خدا را فراموش نمید با وجود از این مصیبت ها و مشکلات مایا امی رباب یک زفیر یک شهید موره، یک گریه بلفضل عباس موره، گریه یک اسم موره، بی بی زینب سلام داره، ها مایا گریه یک لاشی که در بدن کو سر نداره، سنگ تلوارهای شکسته یا نیزه ها یا لاش هم کسی در بدن و لباس هم نداره. شما تخکین تواضع را خاشه را سیرت اهل بیت علیهم السلام و یاد بگیری، تلوارای شکسته را بال من سنگا را بال منه مگه که اهادا ابن علی مرتضا، اهادا ابن فاطمه الزهراء سلام الله علیها، آیا تو فرزند زهرا و فرزند علی مرتضی هستی؟ یک جمله زبان کن اللهم زور می خواهم در مشکلات، زور می خواهم اللهم خدایا اللهم تقبل هذا قربان قلیلا، این قربانی قلیلی است به مقابل سید شهدا، اللهم تقبل هذا قربان قلیلا. چقدر انسان رو تواضع یاد میده، خاشع بودن رو یاد میده. لیکن امی بی بی زینب سلام الله علیها در دربار یزید، دربار عبید الله بن زیاد ملعون چنان خطبه ای میخوانه که خاضع و تواضع نیه، در مقابل چی دشمن، در مقابل چی یک انسان پلیده. یزید وقتی که مایه مگه کی شیره اینا درزه برادران گرامی، مگه الحمدلله خدا را شکر که خدا آمده مگه خدا شما را زلیل خوار کرد، حال تو گناه نمگه اونتا چور که اتوار بودن چی گناه هم کرده و در حق هم انسان خیال کرده، خدا نجا کرد عزیز توجه که طرف اصلا بیلونه او بفر، خدا از اون روز نجا کرده که انسان در جهل مرکب گرفتار شده، در غیر حق بودن خود رو حق خیال کرده، بعضی هایی کرده
در حق میان خود رو حق خیال یزید را میتونم یزید چی بگن؟ خدا را شکر زینب کبرا صلی اللہ علیه حرام که ما شما را اسیر کردی مردم شما را مو کشتی خدا شما را ذلیل کرد نیش زبان سخته بی بی زینب صلی اللہ علیه حرام آیه جمله بگه و ما رأیت الا جمیلا ما خدا را دهی بعد از این مشکلات و بعد از این مسائل ها بعد از اینکه حسین و این انسان و هستی رسیر از ما گرفتی ما بازم و ما رأیتو الا جمیل ما ندیدم خدا را مگر اینکه جمیل دیدم خدا را خوبصورت دیدم خدا را لطف دیدم خدا را اینا درس برادر گرام از ما اگر یک مصیبتی برای از ما مایا یک فامیل و رشتدار ممره خب انسان برای گریه کرد لیکن نه از حد زیاد بیا آقاست و ای خدا چرا بکشتی تو بچه از من؟ چرا بکشتی از گیر از من؟ اه؟ کفر کوئی شروع من بعد از مشکلات بی زیب سلام علیه هم گوه ما رأی تو الا جمیلا مو باید اگر پیروکار یزی خاندان استی خب باید درس بگیدی در خدا و در مقابل خداوند متعال خاضی و تواضعی لیکن در مقابل ایرم نقطه دیگهش در مقابل خیلی خدا در مقابل باطن توازنیه اشداء علی الکفار و رحماء بینهم باید دلیلی باید شجاع باید باشد وجن توازو و خوف و لرز باید نباشم نیست وقتی که انسان یاد خدا را در مابین خواه آورد و جملی و جملی پیاده کرد اپلای کرد باید خاضی و تواضع باشه از در مقابل ایسی تکبر نیه دیده بازیان که میگرمی پیسه کم پیسه پیدا کرد کم دولت پیدا کرد هستم نیستم کس هست نیستم ما هست ما چند کلمه رفتم خاندوم یک دو درس دینی ما خاندوم حالی ما هست دیگه کسی اشکال نمید تکبر در مقابل بندگان خدا در مقابل بندای ضعیف خداوند متعال متکبر تکبر یک قدر گفتم پیسه پیدا کرد بازی خوبصورت هست من ایک آرام هست خوبصورت هست خدا جتنی حسن دینا دیگه شده آلی کل از این حسن پر یک کس کب نمیشنه بابا بایی او دالیم او کس تو بنده ای خدا چند روز بعد چند دیر بعد دیازه چیل سال بعد از بعد کن روز گفتم دیگه روی انسان پیچی میشه جوریا پیدا مونه هر چی استریک و کی استریک کی استریک و کی استریک مختلف لوشن بزن کی مختلف کس هر کریما بزن ولا مخشوم نمیشه دیگه زوال تو هستی تو چیه امام علی علیه السلام نه چون بلا غم نه او انسان هم تو چطور تو کبر منی چطور منی خود کس غرور او چی پیدا منی که وقتی که انسان من باز مزه دارم وقتی که امی انسان امام علی نشه بلا غم بس ما روایت دارم مگه همین انسانی که در دشتویی اومده کسی که مورا برو گشت مورا مگه تو نمون چون پیت سخت توخ تو چی رو کسی بگر در مقابل بنده های ضعیف و که اونهای پیسه کم نداره غریب هم فقیر هم اونها کسی تو خیال نمونی تکبر یکی صفت های است که انسان نابود هونه شیطان هم تکبر کردی غرور، غرور علمی گفتم دو کلمه نخوانده دیگر که تو انپڑ خیال از تو مای ما خالی ما هم فهم معاشر کرد ما زایر هر چی که رزمه هم این وقت تکبر در حال که انسان اگر اتصال برقرار کنه کد خدا وانده متعال مگه نه ما هیچ چیز نیست الزبار ما هو العزة لله ولرسوله ولمؤمنين العزة لله ولرسوله وللمؤمنين
عزت عزت مال خدا و رسول و برای او مومنین از او بعد ما عزت دی مومنین را پایمال نمونه مردم را کسلا انسان هایی که فقیر و ضعیف و ناتوان است در مقابل از تکبر شو نمونه خود می شو نمیده متکبرانه رویه اختیار نمونه ای یاد خداوندی متعال سبب میشه که انسان از ای صفت رزیلت ای صفت بد و ای صفت پس انسان نجات پیدا کرد چرا؟ چون وقتی که انسان قدرت و عظمت و طاقت خداوندی متعال رو دین در نه از اون بیا ما خیلی چیز نیم شما تو خیلی دنیا را به حساب یعنی ساینس هم پیدیدی به یعنی دنیا را ساینس هم پیدیدی حساب شپیدی چقدر که سمید دنیا در مقابل دیگه سیاره و دیگه ستاره یا که در مثل ذره دیگه بگیه ما یک جمعه این تر دنیا اخبار تر که میخواندم سانسی معلومات بود خوب بود مگفت همی سورج از مثلا چند گناه زمین کلانه هزار هزار گناه همی از سورج ها در کائنات و نظام شمسی موجوده که اون سورج ها هم در مالی کلان کلان غربه های عجیب عجیبه که تلسکوپایی که عجیب کلان گناه را تیفیر کلم و ایجاد کلم رسیدن داشی ما بزنید که بیشه که تو منی ایسی قدر کائناتی عظیم که اصلا سرش معلومه نه کجا هست حد و حدود چی معلوم نیه نام ایدو تا بی کائنات بود چی منیش ما یه زمین منی ایسی زمین ما یه مو انسان ها که خداوند متعال کرم کرم و وجود بخشیده مرد و وجود آوده از نبود مرد بود آوده ما باید بگم نه ما ایم هر چیز ما ایم سرای کست ما ایم ما مو فهم داره هر چیز بیچاره غریب کس بی کرنه کس تا او یک گپ بزنه اور قدر زلیل و خواب کی بیچاره بیزار میشه خاصا جوانا نوین جوانی کے سے دور شی یک دوری مست دیگر مستانی ہے اگر یک دوست کو کچھ جوانی ولی مستانی جوانی مست دی بیچاره غرور جوانی تکبر جوانی نش موجود ہے امی کی پدر بابا بیچاره کسے بگا بابا یا ایک نیر دو نیر کرسما یا گینچا دو گینچا کرسما کب کسان یا ایک وہ بابی انسان کے سب پیچ چکا ہوتا ہے میخواہ ایک وہ نظریہ دیگا یا وہ گب بھی سنا بابا یعنی دربارے ہر مسئلہ دربارے خانوادگی مسئلہ او بابا تو کس طرح پیر شدہ رفتے تمام گبائی تو چکیا بیشانہ بابا کس طرح وہ آرچی نمنا ہوگا مردیر کتا دیگے در مقابل بابی خود انسان تکبرانا و رویہ اگر اختیار کرنا ہے بعضا معاوی نہ ہے لیکن اگر در مقابل چی انسان خدا ہے اگر نبی خدا کسا دوتا کتا در ولی والدین احسان و بالوالدین احسان الوالدین احسان البتہ ما خوف نہیں لیکن امی انسانی که گفتم در مقابل خداوند یاد خداوند متعال اگر تواز و اختیار منابر خاشه باشه در مقابل دشمن دشمنان اسلام دلیره اگر تا دلیری و استادگی به معنی شینی هم که گفتم چند باری هم کنم بگم غلط فهمی نشنه البته که بس مو دلیری معنی شینی است که یاد بخیر بوری دیگه و یاد بخیر بوری معنی شینی بفهمی دیگه که چو بار دیست تا بوری کست جمع بجه در شد نه ترس نخلی، ترس در مقابل دشمن ترس در وجود کنی خوف رو در وجود کنی فورا یک مشکل مسئله یک مسئله یک مصیبت که مایه فورا بر ناامید نکن ما خود تو میگه خونو هم دیم زیادتر برای چی کوشش نیه که مورال مردم دوباره باید برای برای رو کنی امید دلاو کنی و امید باید شما دلاو شدی مانند کور استادگی ما علامه اقبال رحمت الله علیه میگه که باید مسلمان ها در مقابل استعمار در مقابل دشمنان دین مانند آهن باشه مانند چی؟ مثل آینگ هزارگی برای
مثل آئین باید باشد. شهید مداری رحمت الله علیه باید میگه نه، در مقابل دشمن ها، در مقابل مسایب ها، در مقابل آفت ها مانند و مثل آئین نباشد، خود آئین جوش. تو گبراو نکنه، مشکلات سرگردان نکنه، پریشان نکنه که رای نجات رو پیدا نکنی، رای حل مسئله رو پیدا نکنی. یہ آسان ہے، خود یاد ہے، خدا ہمیں متعال ہے، خدا ہمیں متعال ہے. اگر انسانیات کریں انسان کس طرح در مقابل خدا تواضع تھا، خاشع، در مقابل دشمن بیدا، مستحکم، کوہولی، آمن ولی، ترس و خوف و لرزہ و پریشانی و اضطراب غائب ختم. یقین در مقابل از اینکه ما گفتم ما هی خاندوم علی، ما هی تو کریمه خاندوم، ما هی خوبصورت انسان هستم، ما دیگه کس که دیگه کس را بیش خیال نکنیم. یک صلوات ختم کنیم. دنیا یکی از آثار دیگری که یاد خداوندی متعال سبب مشکل دنیا وجود انسان پیدا شونه که به طور کلی ما گفتم، لیکن روز جزئیشی میگیم ریز ریز میگیم. آرامش، اطمینان، اطمینان و آرامش گم شده بشریت امروز، آرامش و سکون که گم شده انسان های امروز هست. یک انسان مورد میگه پیسه ای قدر کمایی دو پسی دولت پیسه پیسه که شاید بر آرامش ملاوش نه مینانه بعضا آرامش نیه. یک انسان مای در مقابل یک خود در ایتای مشغول مونه که شاید آرامش پایا آرامش نیه، بی سکونه، بی چینه که دیر جایی بیرسه آرام. این گفتم آرام کس آرام میده؟ بور شاید آسکریا ایست و بور شاید آرامش دلاو شده اینجا میلاو نموشه. یک یه دیگم کس به خوچه دیگه بور آرامش دلاو شده نه نموشه. تا که در درون انسان، قلب انسان پریشی کار نشده، برادرانی گرامی جوانانی عزیز، آرامش پیدا نموشه. و او رایش چیه؟ یاد خداوندی متعال لینک اتصال گازمان دیدن میگه که آو بلا کانچی ها نه؟ اون گفتی نه اون که سهر اپوالی موگه نمگه آو بلا کانچی چی؟ آو تر چیز بازی کسا. خب یک آو بلا کانچی رو کسا بازی میکرد میدخ بری تار بس تایش کسی گو پرنگی باز رو باید میزد چی بازی میکرد. مون نیاز تری یک آو بلا کانچی لی مثال بتایزه فار اگزمپل نیاز داری که اگر بخوای آرامش پیدا کنی اتصال برقرار کنی ذات خداوند متعال در وجود مبارک خداوند متعال یاد چی کنی در قلب کو بینی که مشهور آیه را که میشه خانده گیر شما الا بذکر الله تطمئن القلوب. قلب ها اگر میخوای آرامش پیدا کنی از یک گیر فیلم زوخ بدو آرامش پیدا نمونه. طرفی ناموسی مردم دو کدو آرامش پیدا نه. گنتها گنتها لغ و لحیب و چچیات و این ها دیده ها آرامش پیدا نه. قصاوت قلبی پیدا نه. بدتر انسان دل چی استراب پیدا بشه در مشکلات و در آرام در مصائب ها خدا اندی متعال چی مگر اگر انسان مومین باشه. هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا والذي انزل السكينه في خندق بري نمازيا خدا آمد متعال است که نازل بونه سکینه را. سکینه یکو کس نامش نه یکو سکینه به معنای آرامش نامی بو کس اگر سکینه باشه نامش آرامش سکون. والذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين نه بگه في قلوب الانسان ها في قلوب ملی زیدابات وده في قلوب ملی مریابات وده فی قلوب المؤمنین مؤمنین 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 کیه؟ الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون ک
کسانی کی نماز قائم بولن و در راہ خدا انفاق بولن رزق. البتہ رزق بے معنی نہیں ہے کہ ماں خالی پیسہ دیتی انفاق کرنے او مخو انسان در راہ خدا متعالی انفاق بولن ٹھائم بھی دی و مذہب ٹھائم بھی دی فاللہی قرار ہے ٹھائم بھی دی مورا تلاش میں کتنی محلدے سے وہ غریب ہے وہ فقیر ہے وہ بیوہ ہے وہ غمدیدہ ہے وہ ستمدیدہ کی موجود نہیں ہے یہ کو کس وقت پیسہ نہیں کھایا خالی میں کہا کہ تو تسلی دی جو سے کچھے قطر گر بس نہیں ایک شخص تو کس کو ایک شخص کے ساتھ قصہ کر رہا ہوتا بسی ہے تو پیش تقریبا آج سے 15-16 سال پہلے ماں قصہ بیاد ہے وہ گمہ رفتہ سیوڈن سیوڈن رفتہ تم یہاں گو ان یورپی مالی کس طرح مگر یک آجائے رہا ہوتا تم سڑک پار مکت سڑک کس طرح پار مکت کلان پیچی کس طرح سوچ کس گیر کس طرح کتر کس طرح حال 15 سال پیش ہے کہ دیاد نہیں ہے لیکن وہ ہمہ سے کس طرح دیاد نہیں پیچی کس طرح دیس پیٹر دیاد گیر کس طرح وہ گمہ رہا تم دیل مسوخ دل میں سو بابا ہی کس طرح سڑک پار نہیں کرنے کا آجائی کمر خبیدہ کچھم کس طرح گیل چلے ایچ تو کس طرح پیچی کرانا سنکی ہے فکر سندو پر بکر سڑک پار کرنے دہی رشی مگر ماں سن بیار بود ماں کس طرح مہم دو طرف بورت دو طرف شیرن خبر چی بود گفت ماں یہ سنکی ہے سنکی ہے سنکی ہے بے خاطر ازی کہ یہ بود کس تم اینمی قصد آؤ سڑا کرد ما حورائی کرد کرد میں ایک کلی مگب بگا ما بلی ایک کلی مگب مردوں بلی ایک کلی مگب اس خاطی رضوی ڈرامر ما رچاؤ مردوں در آؤ لیکن انسان اگر مالین دے احلوے علیہ السلام اس نا دست بھی گئے امام سجاد علیہ السلام چی مگا مگر در دنیا ہیچ بندے بشر نہ بشر فقط ما بشر و یک قرآن بشر و خدا آئی مگر چی ارتباط بشر مارے ہیچ خوف محسوس نمجھا استراب محسوس نمجھا دل تنگی محسوس نمجھا یاد خدا ودی مجالا رامش نہیں دن والذی انزل السکینہ دنیا کی محل گرفتاری اس کا محل رنج و غم ہے انسان چا رجوع نہ کرے طرف خدا وند متعال دنیا پلس استراب دنیا پلس مشکلات و بے سکونی چا ہے کہ 100 روپے میں 200 روپے میں 200 روپے میں 300 روپے میں وہ کہ پیسہ پیدا کر پیسہ پیدا کر ایران ہم نے کتابیں سکول کے میخانی پیسہ کی پیدا کرتا تو بات کہ اعلان کی پیسہ نہ لگی وہ کس سو خرچ کر کی کنجوسی بخیلی کنیش مجھو فورا مائر از بات کسا دل چنم چاکی پیسہ رہ کسا خرچ کر تا کی وقت وقت چھتے ہیں چھتے ہیں چھتے ہیں چھتے ہیں قالو انا للہ و انا الہی راجعون مرد بچہ کسا جوان اس پر سوچتی میراس مندنی اس مگرد ایش ایش نئے کو صدقہ جاریہ کو کار کرنے کو فلاحی کارے کو مدرسہ جو کرنے کو اسکول جو کرنے کو غریبان کی خدمت چی کرنے خون ستر زکاة تر مور دستائش خالی در پورا زندگی ہم استرا پریشانی کیا بابا پیسے مکم نشن مختلف مختلف پروگرامہ اپنا نکاح ہونا کی پیسہ کس دیکھو کار کرنے کے گئی دبین گئی فانا نا کی خطہ بڑا رہا یہاں وہ غریزہ ہوئی کہ منی وجود انسان موجود است ہے کہ خدا مدی متعال اندختہ بھی موجود ہے وہاں ایک اچھی مقابلے کے لیے دینار مصطف دور کریں امتحان الہی ہے شروع شروع رسول خدا مفت توجہ کی مگفت قل لا الہ الا اللہ تفلی ہو اسلام کی تازہ میں خاص مبوز ہے کہ رسالہ چھو مفت قل لا الہ الا اللہ تفلی ہو بگی لا الہ الا اللہ کی فلاح کامیاب شوی نمو گفتہ نردن محضو بارے سے مستاب پسند کرنے چل رہے مغفت بابا پھر ایک جملہ کن دیگا قل لا الہ الا اللہ تفلی ہو لا الہ الا اللہ کی کامیاب شوی مغفت نمو گفتہ مستاب کن کی توزید مغفت خبر چل رہے مغفت نو شیار بود بسیار فاہمیدہ بود مغفت اگر بگی لا الہ الا اللہ ایسا بات چیم شک لا الہ الا اللہ ہیچ چیز نہیں مگر خدا
از وقت است باید ما پیسه را خیال کشیم باید فحاشی را نزدیک شنرم باید شراب اگه شنرم باید قمار اگه شنرم باید طرف ناموس با توک نکنم باید فیلمای غلیظ را توک نکنم باید فیلمای غیر شرعی را باید توک نکنم خبر بکنم که اگر ما اینو بکنم بعضی قیده کنیم ما اینو شیار بکنم یکی از اسباب اجلال اینکی سمزم خدمت شما رو کنم که موضوع از بومه اسباب که انسان ها از دین دور تو دامنه چیه؟ وجوهات چیه؟ یک بیست انشالله بودیم یکی از اسباب شمیه دنیا پرستی دنیا می خواهی بابا اگر ما خدا خدا کنم پس کسا قیمار بازی کی کنم؟ خالی میشه قیمار بازا کسا در جایشی اگر ما خدا خدا کنم که کیبلا و اکبر میشه که کیبلای شدیم اگر ما خدا خدا کنون دیگر خانوها و خاران هم به حجاب و به چادر بود نموشم نمون دیگر سبا کام که خدایی ہے مرکستو نمون نصیبا این حقیقت ہے کہ انہائی کی برے خاران بگن ایک درنے بریکیٹ کہ انہائی کی بے حجاب آیا دمنے سڑکا در حقیقت ریلہ اس لحاظ سے ایک بے سائیکولوجی کیس تر نفسیہ احساس کم تری مقتلائی چاہاں مگر کسی باید مگر کسی قرار قرار توخ کرنے نمائش کی نیزان ایچی نہیں دیں پر ایسی خورت ایک سڑائی خیال کرنے مگر بچارہ کمی یک انٹر دوگی انٹر پیش آئی نمیس 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 تا برو با ایک مگر توخ کرنے خوب آمد وقت دیر کنی کو میخواہی زدرے بے حجابی خوش بر کرنے بھی دیں یہ خیال سی نفسیات ساتھی چھو در ماس پیش کم نمو خوب اس کسی انشاءاللہ درست جم کری برادران کسی آغای ولایت نچائے رستے سے بندوبست کرنے کے وقت نہ مندر بعض کسی برادران مورا بچائی نہ مندر حضرت امام علی علیہ السلام مولا ایک متقیان مگر کہ گوشتی نہ توزی نہ ملتا ہے قالیت تا وقت مو کہ ختم شای نہ مخالی بیرزشنو کم کم میخانن یاد خدا دوائی بیماری آئی جسم است دل انسان با یاد خدا زندہ مشاہ دل انسان کی مردہ شود دل انسان کی مردہ شود میگنی جنگو جدہ رہا ہوں دل انسان کی مردہ شود توجہ کی طرف اسمہ دل انسان کی مردہ شود بعد اخلاقی امائی دل انسان کی قصاوری قلبی پیدا شود بس مورا کسا مختلف طہارہ جامی نہ مانی دے کافرہ و عیسائیہ ہی کے شوائی انگی کیم چو پورا روز بیچی مردہ ہے اس خواب کدو بس مورا کسا بیا روزی افتہ و اطلاع کسا اتاسی دی رکھو کرنے غرق غرق کی بشراب سڑکاو پورا اس کسا جوانا خواب پرتاو امام علی مگر نا دل کو درمی خواهی زندہ کرنی کر دیا دی خدا زندہ کرنی خوب پیامبر گرامی چی ہوگا بس امیر خاندہ انشاءاللہ زیمت شما تمام ہوں با یاد خدا دلها زندہ مشہ و با فراموشی یاد خدا موم رہ وقتی دلها مرد پریشانی مائے وقتی دلها مرد انسان بے سکون مشہ پیسہ و دولت و خوبصورتی و جاو مقام و کرسی و انہا انسان را کس طرح ایک جائے ممکن ہے جائے پریری طور پر بید آئے وہ چیزی لیکن دائمی نہیں ہے بعض مولا متقیان مگا برشما آباد فارسی برشمو ہستا کہ یاد خدا کے آن نور دین خدا دل آست یاد خدا نور ہے یعنی دل انسان روشن ہے علیک بذکر اللہ فَإِنَّهُ نُورُ الْقُلُوبِ ذکر خداوند متعال نور قلب هاست قلب کو درمی خواهی روشن کری یاد خداوند متعال کری برادران و شدت مقواز مو باز تکرار مو مدعی زمان بی شدت نیاز دری کی کل خداوند متعال رجوع کری اتصال پر قرار کری مسائل هاست دیستے انشاءاللہ حل مشن دیش آمام یک دن یک عرض کرن در خدمت شمو کے در وقت خود مو البتہ خود مزیاد رفت در وقت افطاری که میخواین افطار کنیم تمام شیشتر انشاءاللہ پنج مرتبہ فیملی خور بگیم برای مشکلات صلوات کس طرح بے خانہ کا
مشکلات فرج کے سشنہ ہوا موزی مخمسا ہوا زی مشکلات ہوا آفت خائی کی برم معاشی از مہمدہ ازینا کے سر مو نجات حاصل کرنی یک کم دعا ہونی تھا کہ وقت مو ہمو سر وقت ختم شا اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم انا نسألک و ندعوک بسمک العظیم العظم العز الجل الاکرم ده مرتبه سنین قلب یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك اللهم انصر الاسلام والمسلمين واغذر الكفار والمنافقين والمشركين کمزوری لا یعنی بگم بیخی کس در خلق روزه بیفتر شنه اللهم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا توبة نصوحا الهي قريب عدد رسم عبدك من قبول بفرما شهداء مدرجات اشخاليس آلي كر بفرما بشهداء كربلاء محشور بفرما شیعان کو جر محافظت بفرما مملکت پاکستان و محافظت بفرما دشمنان و خدای اگر قابل هدایت نیستن نابود بفرما مریضان اسلام مریضای مدینه ذر را به حق عبید بیمار کربلا شفا عنایت بفرما مسافرین اسلام مسافرانی که من در راه هستن خدای به خیر و عافیت به منزل مقصودشان برسان مشکلات ازدواج جوانان را حل بفرما برای تمام مؤمنین و مؤمنات گذشتگان شهدا رحم الله من یقرب الفاتحه من الاخلاص والصلوات.